کتاب جدید آقای موراکامی که این اواخر چاپ شد، ژاپنی‌ها برای خرید آن شبانه صف کشیدند، به طوری که تیراژ این کتاب از 1,000,000 نسخه هم گذشت. خیلی مشتاق بودم این کتاب رو زودتر تهیه کنم و بخونم. ژاپنی‌ها که خودشان از پرچم‌دارهای فناوری و دنیای دیجیتال هستند، اما فرهنگ کتابخوانی را فراموش نکرده‌اند و یکی از بالاترین سرانه مطالعه کتاب را در جهان دارند. کتاب فروشی های خاص و متنوع توکیو شناخته شده هستند، مثل جاهایی که در کنار فروش کتاب قفسه های خاصی طراحی شده تا افراد در فضایی کاملا آرام و راحت لذت خواندن کتاب را بهتر درک کنند. کتاب خوندن اینجا خیلی دوست داشتنی و ژاپنی ها روزنامه هم زیاد می خوانند. پرتیراژ ترین روزنامه جهان یومیوری شیمبون ژاپن است که چاپ آن به 15,000,000 نسخه در روز هم می رسد. در این کشور روزنامه‌های ویژه دانش آموزان چاپ می‌شود. همینطور با اجرای طرحی روزنامه‌هایی چاپ می‌شوند که قابلیت کاشتن و سبز شدن را دارند و روزنامه‌هایی که روی بطری‌های آب چاپ می‌شوند. اینها طرح‌هایی هستند که همه به نوعی اهمیت و فرهنگ مطالعه در بین ژاپنی‌ها را نشان می‌دهد. پیشرفت تکنولوژی کمی روی مطالعه کتاب‌های چاپی تأثیر گذاشته، اما مردم ژاپن هنوز علاقه خاصی به خواندن کتاب و مجلات دارند. در مدارس برای عادت دادن به کتابخوانی ساعاتی را کتاب‌های غیر درسی می‌خوانند و یکی از موارد معمول قفسه‌هایی برای فروش کتاب در فروشگاه‌های مواد خوراکی و کالاهای زر. ژاپنی‌ها با کتاب خو گرفتن و کتابخونی بخشی از زندگی اونها شده. حتی ساعت‌ها کار سخت روزانه نمیتونه اونها رو از کتاب جدا کنه. حسین بختیاریان، خبرگزاری صدا و سیما، توکیو.